لغو دبیرخانه شورای عالی صلح از سوی ریاست جمهوری، آغاز کاردارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تا فردا، انتقال از اختصاص هزینه 154 پروژه توسعه‌ای برای برگزاری انتخابات، مبدل شدن بند امیر بامیان به مکان بهتر تفریحی، و اعدام 3 تن مشمول فعالان شیعه مذهب در بحرین. من سید فرید سنایی هستم. ریاست جمهوری از لغو دبیرخانه شورای عالی صلح خبر داده و میگوید پس از این کارهای این اداره از سوی وزارت دولت در امور صلح به پیش برده می شود. از سوی دیگر نماینده ویژه آمریکا این روزها در کابل است و برای تشکیل یک هیئت مذاکره کننده ملی با حکومت و احزاب سیاسی سرگرم گفتگو است. سخنگوی رئیس جمهور در ابتدا اینجا در نشست خبری از لغو شورای عالی صلح خبر داد و گفت تمام کارهای این شورا پس از این از سوی وزارت دولت در امور صلح به پیش برده می شود. امروز رئیس جمهور فرمان لغو شورای عالی صلح هم صادر کردن. شورای عالی صلح لغو شده و تمام امورات این شورا مربوط وزارت صلح میشه. اما بعدن حرفش رو پس گرفت و در تویترش از لغو دبیرخانه شورای عالی صلح خبر داد. کاری که شاید بیانگر یک تیرگی رابط میان شورای عالی صلح و کاخ ریاست جمهوری پنداشته میشد. در قدم نخست بین ریاست جمهوری، ریاست اجرایه و مجموعه های سیاسی یک دید واحد، یک اجماع نسبت به پروسه صلح به وجود بیاد. اما در سوی دیگر نماینده ویژه آمریکا این روزها در کابل است و با سران جناح‌های سیاسی و احزاب درباره تشکیل یک هیئت گفتگو کننده ملی چانه‌زنی می‌کند. سر مسئله گزینش هیئت مذاکره کننده بود، چون نشست‌های قبلی که ما داشتیم خود یک نشست در حد ارائه دیدگاه‌ها و نظریات بود. ولی با تمام اینها ریاست جمهوری میگوید هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای خروج نظامیان آمریکایی مشخص نشده، ولی گفتگوها در مورد چگونگی انجام این کار میان دو طرف جریان دارد و خروج اینها بر تناسب وضعیت جاری در کشور انجام خواهد شد. با حکومت افغانستان وقتی که زمان ازی فراهم شود، شرایط فراهم شود که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان کم شود، او صحبت شده. این همه در حالی مطرح می شود که یک هیئت طالبان به اندونزیا رفته و سرگرم گفتگو با مقام های آن کشور است. حکومت هزینه 154 پروژه توسعه‌ای را به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده است. گفته می شود این پروژه ها از سال جدید بوده و هزینه آن بالغ بر 6.5 میلیارد افغانی می شود. رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید این حرکت حکومت پذیرفتنی نیست. این حرکت حکومت پذیرفتنی نیست. از سوی هم معاون این کمیسیون میگوید حکومت 6 واحد بودجه دیگر را مشمول این سند ساخته و تنها هزینه تیم سال وزارت دولت در امور صلح 700 میلیون افغانی میباشد. محور گپ‌های امروز هر نماینده مجلس بودجه وسط سال است. سندی که آن را به تازگی وزارت مالیه از بر تصویب به این مجلس فرستاده است. 19 روز پیش سخنگوی وزارت مالیه در نشست خبری گفته بود که 6.9 میلیارد افغانی بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از درآمد این نهاد پرداخت خواهد شد. امسال 12 میلیارد افغانی از آنچه که پیش بینی کرده بودیم زیاد عواید به دست آوردیم. پس ما در تمویل 6.9 میلیارد افغانی که از ما خواست شده با هیچ گونه مشکل بودجوی روبرو نیستیم. اما حالا گپ ها چیز دیگر است. گفته می شود حکومت هزینه بودجه انتخابات را از درآمد این نهاد نه، بل هزینه 154 پروژه توسعه‌ای را که بالغ بر 6.5 میلیارد افغانی می شود به این کار اختصاص داده است. پروژه هایی که نه تنها حذف نشده بل به حالت خود باقی مانده است. نگرانی جدی کمیسیون و بالخصوص پارلمان هم در این مورد است که ما قطعا به این موافقه نخواهد کردیم. یک نوع ظلم است، فساد است، بی‌عدالتی است، بی‌انصافی است. هر کسی در افغانستان حاکم شد بالای گردن از این مردم سوار میشن و تنها در فکر خود و جیب خود هستند.
در سند بودجه وسط سال حکومت 6 واحد دیگر را مشمول این سند ساخته است، در حالی که افغانستان 54 واحد بودجه دارد که در 10 بخش تقسیم شده و گفته می شود تنها 700 میلیون افغانی را برای مصارف متفرقه صلح در نظر گرفته است. حکومت 6 واحد بودجه تازه را هم ایجاد کرده که یکی از این که وزارت دولت در امور صلح است که در از او 700 میلیون بودجه را در نظر گرفتن. ادغام و یا ساختار هر اداره مستقل او از صلاحیت های مجلس نمایندگان و شورای ملی هست. ما دقیقا روی از این مطالعه داریم، هر مواردی که در تضاد با قانون باشه علیه از او استادگی میشه. هیئت اداری مجلس نمایندگان هر گونه حذف پروژه های توسعه‌ای و انتقال آن را به انتخابات نه صلاحیت حکومت و نه هم از صلاحیت این نهاد می داند. هغه پروژه چې کاری مخکینه زی، هغه پروژه چې په نام نه ساهو کی، یا هغه پروژه چې دونر پیسې نه ورکی، نو هغه بیا انتقالی گی، نورو پروژه ته پیسې انتقالی گی. اما دا نشی کیدلی چې د انکشافی پروژه پیسې دی وایستل شي. هر آنچه که اختصاص داده میشه از نقطه نظر تشکیلات اداری و بودجه‌ای و طبق قانون و طبق صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان صورت میگیره، یعنی در روشنی صلاحیت ها بودجه ها از یک اداره به اداره دیگه تنظیم میشه و در چارچوب مسائل حقوقی تنظیم میشه. با این همه در حال اعضای شورای ملی از حذف پروژه های توسعه سوی حکومت در بودجه وسط سال انتقاد می کنند که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 15 میلیون شهروند افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. واگاهان اقتصادی این حرکت حکومت را نشان دهنده بی‌توجهی به وضعیت مردم این کشور و عامل سربازگیری دشمنان از مردم می دانند. فردا نخستین روز آغاز کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری اعلام شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که معیار این کارزارها 60 روز خواهد بود. رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز میگوید در صورت نقض قوانین و کارشیوه انتخاباتی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در جریان کارزارهای انتخاباتی با نامزدان برخورد قانونی خواهد شد. فردا 6 اسد روز نخست کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست در کابل اعلام کرد که سر از فردا تا 60 روز آینده نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می توانند بر بنیاد قانون انتخابات به کارزارهایشان آغاز کنند. مطابق این تقویم دوره مبارزات انتخاباتی از تاریخ 6 اسد الا 3 میزان 1398 تعیین گردیده است. رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نیز به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار می دهد در صورت عملی نکردن قوانین و کارشیوه انتخاباتی زیر پایگرد جدی قرار خواهند گرفت. احترام به تمام قوانین و مقررات، اصل صداقت، اصل حرمت شخصیت ها، آزادی های سیاسی در حدود قانون، دسترسی برابر به رسانه ها، اطلاعات و امکانات مالی. در این میان حکومت نیز از آمادگیش برای برقراری امنیت جریان کارزارهای نامزدان سخن می زند. بخش عمده ای پلان امنیتی ایست تا ما انتخابات در یک فضای امن برگزار بکنیم و سایت های انتخاباتی که از طرف کمیسیون محترم مشخص شده برای این سایت ها تامین امنیت صورت بگیرد. اما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از تامین نشدن امنیتشان سخن میزنند. در دواس پر خاص آمدگی نلرو، ولی هدف داده ای پدی خاطر آمدگی نلرو چون مش مسحون نیو زمر سر دکتر صاحب غنی قدم مور و دمیری چلن وکی پول را که کاندیدها به مصرف میرسانه شما قبول بکنین که مردم ما را به فساد آغشته میسازه. با این هم نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از حکومت میخواهند تا به گونه جدی امنیت جریان کارزارهای انتخاباتیشان را تامین نمایند. سکرتاریت مستقل به منظور رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی بانوان ایجاد شده است. ریاست جمهوری تاکید میکند که این نهاد در مدت 3 ماه پرونده های آزار و اذیت جنسی بانوان را تکمیل و به آنها رسیدگی خواهد کرد. در همین حال معاون دبیر سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشری از وضعیت ناگوار بانوان در مناطق زیر تسلط طالبان در کشور ابراز نگرانی می کنند.
در پی اتهام ها مبنی بر آزار و اذیت جنسی بانوان از سوی برخی از مسئولان در حکومت، ریاست جمهوری میگوید که سکرتاریت مستقل به منظور رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی بانوان ایجاد شده است. ایجاد این سکرتاریت مستقل است که ادعا بررسی شود، نه تنها در ادارات دولتی بلکه در تمام اداره ها که در افغانستان وجود دارد. هر ادعایی که هر موردی که در هر اداره باشد و سکرتاریت مراجعه بکنند، یک نهاد بی‌طرف مستقل، نهاد مسئول است. همزمان با افزایش گپ و گفت‌های صلح و وعده‌های طالبان در چند نشست صلح مبنی بر تأمین حقوق بانوان، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار بانوان در مناطق زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده است. در مناطقی که طالبان دوباره آن را زیر اداره‌شان درآوردند، در مورد قتل‌های ناموسی، سنگسار و سایر حملات بر حقوق زنان گزارش‌هایی وجود دارد و از این رو به تأمین صلح، امنیت و ثبات اقتصادی در افغانستان به گونه عاجل نیاز است. وضعیت ناهنجار بانوان در بخش‌های گوناگون کشور، به ویژه در مناطق زیر تسلط طالبان، برای نهادهای حامی حقوق بشری نیز پذیرفتنی نیست. افراطی ډلې چې په هیواد کې په جګړه باندې بوختې دي او یا هغه خلک چې هغه سره افراطی نظر دی د ښځو پر وړاندې باندې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي دي، یقینا د موږ ته د اندېښنې او د نگرانۍ وړ خبره ده. باورهایی نیز وجود دارد که اندیشه افراطی طالبان پابرجا است و نباید به وعده های آنان باور کرد. ذهنیت طالبانی هست که همچنان که در 19 سال پیش حاکم بود، در حال حاضر هم حاکم هست و هیچ گونه تغییراتی را نیامده. این نما و اگرها در حال مطرح می شود که طالبان در 7 دور گفتگو با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، و 2 دور گفتگوی بین الافغانی گفتند که به حقوق بانوان احترام می گذارند. دلیل بی‌ثباتی کشور پس از کسب استقلال، مداخلات کشورهای بیرونی و جنگ‌های داخلی در کشور می باشد. مسئولان وزارت حج و اوقاف کشور می افزایند استقلال نقطه وصل اقوام کشور است و قرار است برای گرامی داشت از روز استقلال همایش‌های دینی را در سراسر کشور برگزار کنند. در اینجا بیشتر از 500 تن از عالمان دین جمع شدند و قرار است در تمام ولایت‌های کشور به مناسبت از 100مین سال روز استرداد استقلال کشور برنامه‌های دینی را راه اندازی نمایند. آنان استقلال کشور را نماد وحدت و یکپارچگی مردم دانسته و بر همدیگر پذیری میان شهروندان تاکید می‌کنند. دیمدغ استقلال دیورج دلمنزنی پر برکت بنده جلالت ماب جمهور رئیس وعده سپارلی ده چې سل مساجد به په هیواد کې تعمیروي، اعمار به یې کوي. برابر پیچ خم تاریخ سر تعظیم فرود نیاوردند، بلکه آزادی و استقلال را سر لوحه شعار خود قرار دادند. مسئولان وزارت حج و اوقاف دلیل بی‌ثباتی و وضع ناگوار در کشور را پس از کسب استقلال، مداخلات کشورهای بیرونی و جنگ‌های داخلی در کشور می‌دانند. دشمن مو مات کړیو، خو متاسفانه د کمزور مشرتابو او د پردیو د بی‌شرمانه لاسوهنو له عمله زموږ د سرشیندنو ګټه زموږ په نصیب نشوه. در جامعه ای که وحدت باشه، اسلام باشه، غرور و نترسی و شجاعت نباشه، باز هم هیچ وقت به استقلال نمیرسه. گفتنیست از روز استرداد استقلال کشور که در زمان غازی امان‌الله خان اعلام گردید، هم از حالت در ولایت‌های گوناگون کشور گرامی داشت می شود، اما اکنون از 100مین سال روز استقلال کشور در حال گرامی داشت می شود که پیش از این شهروندان کشور از هزینه نمودن 384 میلیون افغانی برای گرامی داشت از این جشن انتقاد کرده بودند. طالبان پس از آن که 30 سرباز را در تخار به گونه بی‌رحمانه کشتند، جسدهای آنان را نیز به آتش کشیدند. اعضای خانواده های این سربازان میگویند بی توجهی نهادهای امنیتی عامل قتل دست جمعی این سربازان شده است. در همین حال وزارت دفاع ملی بی توجهی در رسیدگی به وضعیت این سربازان را میپذیرد. شیرشاه رسولی گزارش میدهد. به ولایت میرویم که خاکان دیروز گواه به خاک سپاری 18 سرباز امنیتی بوده است. نامش محمد عارف بوده و 28 سال داشت. وی 10 سال پیش به صف نیروهای امن و نظم ما پیوست.
پدر محمد عارف در حالی که گلویش را بغض میگیرد میگوید پسرش را طالبان پس از آن که به گونه بی‌رحمانه به قتل رساندند جسدش را آتش زدند. یار بی‌رحمانه سوختاند از بی‌رحمانه نمیفهمم که همی بچه زنده بوده است که در زندکایی همی قسمی را پوست کردین، چشمای شانه کشیدین، دسک پرتافتین که آثار علائمش معلوم میشه که از فرق سر، از فرق سر از مویا از این بچه ما که گرفتید پایینش کردین در سر چشمش رسیده بود که پوست هم در سر چشمش بود. دیگه دستای از این را به قسم قطع کده بودن که یک شاخ درخت که میگیری پاچ میتونی بلا که کافر می بود ایتوالت نمی بلا یک آرامی سلخ بیاره که بعد از این که چهار تا طفل دیگه مردم دیگه از بین را حتی نمانه تو مثل از این آوار. از محمد عارف سه کودک قد و نیم قد به جا مانده کودکانی که مصروف بازی های کودکانند و هنوز نمیدانند که از نوازش پدر برای همیشه محروم شدند. تنها محمد عارف نیست که در حمله طالبان بر پاسگاه‌های پلیس در ولسوالی اشکمش ولایت تخار جان باخته است. محمد امین نیز در حمله طالبان در تخار جان باخته است و این نانآور خانواده نو نفری بود و دو سال پیش به صف پلیس امن و نظم ما پیوست. برادر وی میگوید این سربازان چندین روز در محاصره بودند و هیچ کمک دریافت نکردند تا اینکه همه قتل عام شدند. دیگه برادر ما شهید کردن، دو تا این طفلکاش مانده، خانمش جوان، خود جوان بیشتر ساله برادرم بود. دیگه دکتر صاحب عبدالله، دکتر صاحب اشرفانی صدای ما مظلومان رو نمشنوه. محمد امین درست دو سال پیش به صف نیروهای امنیتی پیوست. او نانآور خانواده نو نفری بود. از او دو طفل و یک خانم باقی مانده است. از محمد امین دو کودک به جا مانده، کودکانی که تا هنوز طعم شیرین زندگی را نچشیدند ولی پس از این باید دشواری‌های یتیمی را تحمل کنند. در این میان شورای ولایتی پروان میگوید از میان 18 سربازی که پیکرهایشان به پروان آورده شد 13 تن آنان از ولسوالی جبلسراج و 5 تن دیگرشان از بخش‌های گوناگون این ولایت بودند. 13 جوان ما از ولسوالی جبلسراج بودند و متبقی از مرکز پروان و از ولسوالی سیدخیل بودند. در همین حال وزارت دفاع ملی میپذیرد که نهادهای امنیتی در رسیدگی به این سربازان کوتاهی کردند. طالبان ناوقت‌های شب بالای پست‌های اینها حمله کردند. بدون شک یک مقدار تأخیر در فرستادن نیروهای کمکی صورت گرفته بود. ما مشکل را میپذیریم. سربازان جان باخته در بخش‌های مختلف پروان به خاک سپرده شدند. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است در 3 سال عمر حکومت وحدت ملی بیش از 45,000 نظامی در نبرد با راس افغانان جان باختند. بعد در تازه‌ترین مورد هم مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در یک نشست امنیتی در مسکو گفته است روزانه 50 نظامی در نبرد با راس افغانان جانهایشان را از دست می‌دهند. اما خواست قربانیان جنگین است که نبردها در کشور پایان داده شود. شیرشاه رسولی، تلویزیون خورشید، پروان. خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. پارک ملی بند امیر بابیان به مکان بهتر تفریحی مبدل خواهد شد. روز گذشته پروژه های سنگ فرش پیاده‌روها و توقفگاه های وسایل نقلیه در این پارک از سوی وزارت زراعت و مقام ولایت بامیان گشایش یافت. والی بامیان از بهتر شدن وضعیت گشت و گذار در بند امیر سخن میزند، اما گردشگران و باشندگان بامیان از نامناسب بودن جاده عمومی بند امیر شکایت دارند. گشایش پروژه های سنگفرش پیاده‌روها و توقفگاه وسایل نقلیه در پارک ملی بند امیر. قرار است 2.5 کیلومتر پیاده‌روها با پهنای 1.5 متر سنگ طبیعی بامیان فرش گردد و از سوی هم توقفگاه وسایل نقلیه نیز در نزدیک این پارک ساخته شود. بند امیر از طرف یونسکو نقطه محافظت شده اعلام و هشدار داده که گشت و گذار گردشگران باید منظم شود و از آسیب رسیدن به نقاط مهم این پارک جلوگیری گردد. چه زحمت رفت آمد ها بسیار زیاد است، ولی همین سنگ فرش ها بسیار باعث ایجاد سهولت شد. چندین بخش های بند امیر را با هم وصل کنیم، ولی برای سیاحین و گردشگران تسهیلات لازم فراهم کنیم. جمعاً 2.5 کیلومتر است و علاوه از 2.5 کیلومتر پیاده رو یک پارکینگ هم برای سیاحین بالا افتتاح کردیم.
گردشگران و باشندگان بامیان از خرابی جاده مسیر بند امیر شهر بامیان شکایت دارند و خواستار قرضی آن هستند. به گفته آنان خرابی این جاده بر میزان گردشگران داخلی و خارجی تأثیر منفی بر جا گذاشته است. سرگرمی به خاطر سهولت دیگه بسیار سودمند. سهولت کاری خیلی مرمه هم مسیر روها به اصلا کتان باشه. به خاطر فعلا روها وضعیتی هست که کلن خامه یک خواهگ و گرد خواهگ است بسیار وضعیت. طوری که شما در جریان هستین و این صبح ما آمدین سر خامه یک گرد خواهگ است و هم تقاضا داریم که اولی که پخته شد قریزی شد و اگر نه اقلا خواهیم سرگسنگی شد. در همین حال والی بامیان از آغاز کار ساخت جاده عمومی بند امیر در سال روان ابراز امیدواری می کند. 17 کیلومتر است از نقطه صفری تا به بازار بند امیر 17 کیلومتر است و این از طرف وزارت محترم فواید عامه قرار است که به زودی به دونرنگ کشور دوست هندوستان پخته شود. این در حالی است که پارک ملی بند امیر توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. اما چالش جدی در برابر گردشگران نبود امنیت شاهراه ولایت ها تا بامیان و نبود امکانات و تسهیلات در بند امیر از بحر بود و باش دانسته می شود. خبرهای خارجی پس از برنامه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. بحرین امروز سه تن مشمول فعالان شیعه مذهب را به جرم قتل یک مأمور پلیس و یک ملا امام اعدام کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز فعالان حقوق بشر گفتند که دو تن از اعدام شدگان ربطی به پرونده قتل نداشتند و سال گذشته متهم به ارتکاب جرایم هراس افغانی شده بودند. پیش از این نیز گروه های حقوق بشری حکومت بحرین را متهم به سرکوب اقلیت شیعه مذهب در آن کشور کرده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید در صورتی که امریکا جنگنده های F-35 را به کشورش نفروشد، انقره به سراغ دیگر فروشندگان خواهد رفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن که ترکیه کار خرید سیستم دفاع موشکی S-400 را از روسیه نهایی کرد، امریکا اعلام کرد که جنگنده های F-35 خود را به آن کشور نخواهد فروخت. رئیس جمهوری ترکیه افزوده است که هر گونه تلاش امریکا مانع دستیابی ترکیه به نیازمندی های دفاعیش نمی شود. با پایان این بخش خبری از خورشید رسیدیم. سپاس دارم از توجه و همراهی شما.